عدد شهدا من دو مشکل را به صورت واضح و روشن مطرح می کنم، به آیت اداری هم تحریری می دهم. اولین مشکلی که مطرح می کنم مشکل ژورنالیستان ماست. امیدوار هستم که به صورت دائمی اولی مشکل حل شود. اینها متاسفانه به تعداد کافی چوکی ندارند. من دیروز رفتم جای است و اینها 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت استاده بزشان است. فعلا جوان هستند، متوجه نمی شوند، اما به تدریج بالای نیرویشان تأثیر می کند. یک چند تا چوکی در اختیارشان قرار داده شود. اگر ولیسی جرگه این امکانات ندارند به من اجازه بدهند، من 5-6 چوکی که لازم است برایشان می خرم و در اختیارشان قرار می دهم، به خاطری که زحمتکش کشور هستند، دلسوز هستند، تمام روز اینجا استاد می شوند و این کار درست نیست. عدم شرایط مساعد برای کار است و این به ضرر خود ماست، به خاطری که بعض وقت بعضی وکلا را نشان می دهند، متاسفانه از پشت نشان می دهند، به خاطری که به اینا اجازه داده نشدند که در گالوری دیگه هم باشند. گفتند در مشوران جرگه 2 گالوری در اختیارشان قرار داده شده که میتونن درست تصویر برداری کنن، صدا را بگیرن. در اینجا 5-6 تا گالوری خالی است. چی می شود که به نفع خود ولیسی جرگه با اینا همکاری شود. مشکل دیگرش که من مطرح می کنم این است که متاسفانه اینها آبم ندارن، با آبم دسترسی ندارن و از ساعتهای 9 تقریبا تا 12 اینجا هستن. فکر میکنم از میلیاردها دلاری که صحبت میشود یک بوتل آب فکر نمیکنم کشتی پارلمان و ولیسی‌جرگه را غرق کند. مشکل دیگه که من مطرح میکنم مشکل نیروهای امنیتی شورای ملی است که با من چندین بار صحبت کردن و این مشکل متاسفانه مشکل بسیار وحشتناک است که در طول تاریخ سیاسی افغانستان وجود داشته، به این معنا که بین نیروهای امنیتی از نظر مالی تبعیض بوده. مثلا نیروی امنیتی که در پارلمان کار میکند عین تحصیل، عین وظیفه، عین قربانی، حتی در یک سنگر، و نیروی امنیتی که مربوط وزارت داخله می شود، نیروی امنیتی که مربوط وزارت دفاع می شود و نیروی امنیتی که مربوط استخبارات می شود، اینها مثلا 3 نفر در یک سنگر یک وظیفه انجام میدن، یک خطر قبول میکنند، یک تحصیل دارن، یک تجربه کاری دارن. یکیشان مثلا 20,000 افغانی میگیرد، یکیشان 12,000 افغانی میگیرد. من نمیگم معاشای نیروی امنیتی دیگری ما کم شود، نه بالا شود، اگر توجه شود که صحبت شود که معاشای نیروی امنیتی ولیسی پارلمان هم با نیروی امنیتی دیگر یکسان شود، عدالت تامین میشود. تشکر از توجه شما.